به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون امروز. دوستان عزیز، باز هم من احمد فهیم کودامنی در یک برنامه دیگه بیا و ببین در خدمت شما هستم. در برنامه کنونی آمدیم پیش یک تن از هموطنهای دیگه ما، میخواییم که اول خودم معرفی کنن و بگوین در کدام قسمت از شهر کابل کار دعانویسی میکنن. کوچه اندر آبی سسک دوکان آجی سر باجی کریم مارگی سسک. خود معرفی اگر لطف کنین بفرمایین. بچه آجی سر بستیم سر. اسم مبارکتان؟ اسم مبارک آجی باباست. شما غیر از مسئله کار مارگیری دیگه کار دعا و چیزا هم گفتین پیشتر میکنین و همین یک دعا هم نوشته بودین. نه صاحبی دعا چی بود مقصد تو را صاحب دام دعای مار اینجا میشه گندال که جون بود این دردی دانه یا کلچره که نمیگه پاسخانه صاحب این خو یک دعای پیرا و بزرگاست صاحب دیگه اینجا. کدام دعاها را معمولا میخوانین شما؟ والا دیگه هم دعاست خانده میشه دیگه صاحب بخاطر این مرض دیگه این صاحب ما. مثلا به خاطر کلچرک میشه همو دعایی را که میخوانین برای بیننده ما بخوانین ما ببینیم که چی هستن؟ والا دیگه خود دواز خود میخوان بیننده خود که میفهمن امشالا و خیطرام نیست که مردم ناخوان نافهم هسته یک کاری اگر روز درست نیست که سه شاد که ما کار میکنیم یا دیگه مثل از این نفرهای که در این کوچه ما دیده میشن مثل ایشان و دیگه و مثل که دانای را کراچیوان و مردم دیگه و دیگه گرفتن و رم رو نمالی و دیگه و دیگه تا دیگه و یک چیزا ایجا نیست صاحب یک دام دوا صاحب اگر که مردم مثل یا قیدش بود خونه میخیزه میایه یک کار امروز و یک روز درست نیست که ما همی کار کده باشیم یا بکنیم. مقصد اون مردم اقدام دعای پیرا بزرگات آمد این میجا خداوند شفا میتن و خداوند جور میکنش سسر و مردم چیز... اگر یقیده مردم باشه اگر نباشه دیگر ما دوری چی بگویم یک چیز را که معمولا مردم هم بر ما زنگ میزنن و آدرس کسای مثل شما را میتن اونا مردم میگن که میگه یک تعداد از اینا حتی دعا خواندن یا نوشتن یاد ندارن. شما به خاطر از این که تثبیت کنین که بله همو دعاهایتان که میخوانین یا نوشتن میکنین دقیق یاد دارین و استعمال از او برای شما مجاز است، میشه که مو دعا را بخوانین که مثلا شما کدام دعا را میخوانین؟ آیت قرآن را میخوانین؟ چی را میخوانین؟ خود آیت قرآن خوانده میشه دیگه. همو را لطف کنین بفرمایین برای بیننده ما بخوانین. وی که ضرور نیست دیگه که یه ما بشینیم که مثل رمان نازی باشه که فلانه دعا بود یا کدام صفایی بود که ما بخیدیم رو بگیدیم بتیم دیگه یک دم دعا تا حتی میگن یک تعداد کسایی که مثل شما خواهی دوکان که یک روزا و دو روزا نیست دیگه از روی قرآن خواندنش یاد ندارم. وی خود صاحب کار دعا و کار دیگه مقصد تم دعا تا از روی قرآن خود معلوم دار تمام چی در روی قرآن. پس شما لطف کنین امورا بخوانین که بعد از او با شما میریم سردگی سوالای خود. مثلا گیرم شما تصور کنین که یک نفر کلچرک داره و همو دعایی را که برای کلچرک میخوانین شما مهربانی کنین. خالی رو چطور دیگه ایره که بخوانیم دیگه خب دعات خوانده میشه دیگه. کدام آیت قرآن را میخوانین شما؟ آیت هر کدام آیت قرآن که بخوانیم میشه. شما یکی از ما را به طور نمونه بخوانین ما ببینیم که گپ را که مردم میزنه که میگن اینا حتی آیات قرآن کریم را هم از روی درست خوانده نمیتونن و حفظ دقیق ندارن ثابت شود که گپ مردم راست از کسایی که زنگ زدن یا ای که شما ادعایتون درست. این مردم ما خب بیادو پروپاگند چیتن دیگه بیادو این امیال یادی مردم هست دیگه بیادو این مردم که اگه بگویم نگویم این نستن. پس شما دست آیه قرآن کریم را که شما میخوانین دم کردن برای بیننده ما بخوانین. اگه ور راید بگوی اگه این خوی یک دوای پیرا و بزرگاست این کار ساتری نیست که کار ساتری خیلی قندی باشه. پاریس محترم میشه شما هم خواهش کنیم که تشریف بیارین همینجا دیگه این خو کار دیگه نیستی جا که مردم باره که اینجا آمدن سای بنام این آن اون خود سای بشان هست دیده میشن سای مردم هست در کوچه آمدن اون بنام عزیز اونه اون نمشته که به خاطر از اینکه مردم از راه بکشه یا عقیده مردم خراب شه یا دیگه شوه مثل راگیری وار ما خود خود دکان راگیری ماگیری نیست صاحب از کدام مدت است که ما دمی دمی پس اجازه بدین که ما نظر قاری بگو بگو جناب قاری صاحب دیدین که دوست ما گفتن که ما از پدر همی کار میکنیم و مردمی که هم تماس میگیرن برای ما اونا میگن که حتی آیات قرآن کریم را چی از روی و چی از یاد به شکل باید و شایدش اینا درست خوانده نمیتونن. امی استفاده های بی مورد را از آیات قرآن کریم در موردش چی نظر دارین شما؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیتنم که درباره کلچرک دوست ما شما تلاوت کردن او فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین درباره حضرت ایوب علیه السلام است اما اینا لبی بینن سوی استفاده چیره میگه اونمو آیت دارا یک فلسفه است اونمو آیت دارا یک نزول است اونمو آیت درباره یک شخص نازل شده و حضرت خداوند تا یک حکایتی درباره حضرت ایوب همو قصیش میکنه که وقتی که بر همو مصایبی که مبتلا شد به خداوند پناه جست بعد از اون ما او را نجات دادیم و از غم بزرگی که گرفتار شده بود او را ما نجات دادیم و همین گونه ما تمام مسلمان هایی را کسایی که اونها به توحید عقیده دارن و در وقت مصایب خاص الخاص به خدا پناه می جویند ما نجات می دیم ببینن که خود مضمون اصلا می خواهد که مسئله توحید به مسلمان را بیان بکنه همچنان که حضرت ایوب که پیامبر بود به ما و شما با عنوان یک الگو و عمل کرده از او به عنوان یک عبرت برای مسلمان ها بیان شده اما می بینیم که از امو قصه توحیدی باز